بر مبنای آخرین نظرسنجی پیش از رأی‌گیری که روز چهارشنبه منتشر شد، به احتمال زیاد هیچ یک از دو حزب محافظه‌کار و کارگر نمی‌توانند اکثریت آرا را به دست آورند و برنده این انتخابات راهی بجز ائتلاف با حزب یا احزاب کوچکتر ندارد. رهبران سیاسی بریتانیا و اکثر قریب به اتفاق ناظران آن کشور رأی‌گیری روز پنجشنبه را به همه پرسی تشبیه کردند و از قضا بسیاری از مردم بریتانیا نیز همین عقیده را دارند. نخست وزیر محافظه‌کار بریتانیا در راستای کاهش هزینه‌های عمومی با صرف مبالغ بیشتر برای بست نظام بهداشت عمومی مخالف است و قول داده در صورت پیروزی موضوع ادامه عضویت بریتانیا در اتحادیه اروپا را به رفراندوم بگذارد. آقای کامرون معتقد است سیاست‌های پیشنهادی اد میلیبند رهبر حزب کارگر تمام دستاوردهای اقتصادی حزب محافظه کار در نیم دهه اخیر را نابود می‌کند. مردم باید پیش از رأی دادن واقعاً و به دقت فکر کنند، اما به عقیده من اگر از خودشان سوال کنند که آیا واقعاً به اد میلیبند و اقتصاد پیشنهادیش اعتماد دارند و یا اینکه می‌خواهند از تیم کنونی و برنامه‌اش برای دیگرگون کردن اقتصاد کشور حمایت کنند، تصور میکنم که نتیجه خوبی در انتظار حزب محافظه کار است. رهبر 45 ساله حزب کارگر نیز که تا همین چند هفته پیش در نظرسنجی ها اقبالی نداشت، به سرنوشت ساز بودن این انتخابات اشاره میکند. این آشکارترین گزینه ای است که در برابر مردم بریتانیا گذاشته شده است. انتخابی بین حزب محافظه‌کار که تنها به فکر اقلیت مرفه است و حزب کارگر که اولویتش کارکنان و کارگرانند. نیک کلگ رهبر حزب لیبرال دموکرات بریتانیا که در 5 سال اخیر با حزب محافظه‌کار ائتلاف کرده بود نیز روز پنجشنبه در حوزه رأی‌گیری محل انتخابش حاضر و رأی خود را به صندوق انداخت. نتایج رأی‌گیری امروز بریتانیا به حدی نزدیک پیش بینی شده که آقای کلگ و خانم نیکولا استروجن رهبر حزب ملی اسکاتلند را که می‌خواهد بار دیگر جدایی آن سرزمین از بریتانیا را به رأی‌گیری بگذارد، به صورت دو مهره اصلی و سرنوشت‌ساز این انتخابات درآورده است. سیران شرفی، صدای آمریکا.